آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. که خدای په نامه په ګران هیواد افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو او د جګړې د ختمېدو په هیله د نن ورځې د اولس غږ یا د صدای مردم خپرونه شروع کوم. د ستاسو ټولو درانو دوستانو نه مننه کوم چې زما تېره خپرونه مو خوښه کړله او د مسیجو لاره مو ماته مبارکي وویله او خپله همکاري ما سره اعلان کړه. ګرانو دوستانو، دا برنامه هره هفته د جمعې په ورځ د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې د آریانا افغانستان د نړیوالې شبکې له لارې خپریږي او ستاسې اواز ستاسې غږ به د جهان و ټولو نقطو ته ورسیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان په ډېر ویجاړ حالت کې روان دی. تشویشونه زیاتې دغه وخت چې باید موږ د دغه تلویزیون له لارې څخه خپل اوازونه پورته کړو، خپل ژغونه پورته کړو، خپل نظرونه د افغانستان د سولې په هکله، د افغانستان د ترقۍ پرمختګ یووالي په هکله یو د بل سره شریک او نړیوالو ته ورسوو. نن ورځ په افغانستان کې دوه مهمې موضوعګانې، یو د افغانستان د انتخاباتو موضوع چې تقریبا پر کږه لار روانه سوله، بحران یې رامنځته کړي او زه په دې هیله یم چې دغه بحران پای ته ورسیږي او په افغانستان کې داسې یو مرکزي قوي دولت چې د ټولو افغانانو اراده تمثیل کړي، د ټولو افغانانو خواستې او هیلې سرته ورسوي، زموږ یووالی ورورۍ ټینګه کړي رامنځته شي. دوهمه مسله د سولې مسله ده. نن ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د افغان د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ به د روانې میاشتې په 9 د سولې معاهده لاسلیک او امضا شي. سره د نن څخه په افغانستان کې د خشونت د کموالي او د یوه نیمه اوربند د جوړولو دپاره هلې ځلې شروع شوي دي چې دا ډېر لوی زیری دی. زموږ خلک نور سولې ته سترګې په لارې دي او سوله غواړي. په دې برنامه کې تاسو کولی شئ زما سره همیشه ګډون وکړئ، زما سره تماس ونیسئ، د خپل غږ پورته کړئ چې هم زما سره کومک شئ، هم خپل آواز پورته کړئ، هم د تلویزیون سره کومک کړئ. ستاسو په مادي او معنوي مرستو باندې موږ دغه برنامه مخته بیولی شو او ستاسو آوازونه پورته کولی شو. زه نن په خپله برنامه کې یو ډېر دروند دوست چې زما سره د 50 کالو راهیسې دوستي لري، اشنایي لري، دی یو سیاسي مبصر دی، د ده زړه پر افغانستان باندې سوځي، دی تل د افغانستان په هکله لیکنې کوي، نظرونه ورکوي، په نننیو پروګرام کې زما سره میلمه دی او غواړم چې په ګډه سره د افغانستان پر اوسني حالت، پر روانو حالاتو باندې خبرې وکړو، ستاسې نظرونه هم واورو او ستاسې نظرونه واورو. که مو چیرې برنامه او پروګرام خوښ شو، تاسو کولی شئ چې دا پروګرام سپانسر کړئ او موږ یو وخت نور هم وغځوو. نور منو وخت نه منتظر کومه، ډاکټر صاحب رحمت الله ظفر ته بلنه ورکومه چې زما سره په دې پروګرام کې حاضر دی، خپلې خبرې شروع کړي. ډاکټر صاحب محترم، سلام علیکم. یا که داس خو بیتی بیادر بسیار خوش آمدید. سلام علیکم، لطف کردین، تشکر. همی که همیشه صدای ما را لبای گفتین ډاکټر صاحب د برنامه ها صحابی کم کتی ما اشراک جن وی مزباس تشریف آوردین، از شما یک کلم ممنون استم. تشکر. اجازه بدین که ما سلام خدا به
دوستا و مردم افغانستان و به نام خداوند عرض کنم که خود افغانستان یک احساس است و این احساس یک برکت است و یک ایمان است و یک سازندگی برای بقای یک نشان داره. بنان این احساس ما بسیار قدر میکنم و این احساس امروز میخواهیم که با شما شریک بسازم. ممنون. دکتر سه محترم، شما یک شخصی آگاه و پامیده و دخیل در مسائل افغانستان هستیم. امروز در کشور ما دو موضوع بسیار حاد است. یک تا پس صدای انتخابات بلند میشه که موضوع صلح زیر تاثیر میاره، دیگر روز با صدای صلح بالا میشه که انتخابات زیر تاثیر میاره. خو انتخابات خو نشد، کمیسیون انتخابات اشرف غنی را به صفت رئیس جمهور اعلام کرد، در مقابلش گروپ های مقابلش قضی عالم کرد و اینا را به صفت رئیس جمهور قبول نداره. وضع به حالت بحران فکر میکنم خدا نکنه روان است. ما دیروز صحبت های استاد خلیلی و استاد مهدی که شنیدم که بیخی دیگه با اصطلاح عام بوی خون میداد بارتر چیم. و دیگه موضوع صلح با طالبان است. وزیر خارجه امریکا اعلان کرد، وزیر خارجه امریکا اعلان کرد که و همچنان معاون سیاسی طالبان در قطر مولوی عبدالغنی برادر که سر از امروز یک دوره آزمایشی خشونت شروع بشه و بعد از 7 روز معاهده صلح بین طالبان و امریکا در قطر بین وزیر خارجه امریکا و ملا برادر امیر سیاسی طالبان به امضا میرسد. در این مورد اگر شما یک نظر مختصر داشته باشین که شما در این دو موضوع و یا به هر موضوعی که شما زیادتر علاقه دارین صحبت کنین. خب تشکر. موضوعی که بسیار زیاد موضوع روز است واقعا و سازنده است و این چوکات میکنه و نظم میبخشه و جهت میبخشه زینتا را در افغانستان. مسئله صلح و مسئله انتخابات و دموکراسی است. خب اردوی ایزی که با همدیگر در یک مسیر به خاطر یک هدف در حرکت میشه، بعض ریاکشن ها و عکس العمل ها و مشکلات را خود داره تا اینا با همدیگر توافق بکنن. توافق در چی است؟ ما باید یک صلح داشته باشیم که در این صلح یک نظام را ایجاد بکنیم که نظام عادلانه باشه. عدالت در چی می اثر است؟ در آزادی فردی و در اراده اکثریت که تعریف دموکراسی است. اراده از اکثریت باشه، آزادی فردی باشه و این مفهوم دموکراسی است. بران انتخابات امی منظور یا امی وسیله را مساعد می سازه تا ما یک نظام را بار بیاریم که در پرتو صلح عدالت اجتماعی را تامین بکنیم. عرض ما می بود. بله بسر الله بسر الله. چطور یه عدالت اجتماعی تامین میشه در حالی که گروپ های متخاصم بسیار در یک حالت خراب و بعضی یک دیگر تبلیغات بسیار سوء میکنه؟ کشور به حالت بسیار خراب قرار داره، اعتماد جانبین از بین رفته. طالب سر حکومت باور نداره، حکومت سر طالب باور نداره، اشرف غنی سر عبدالله باور نداره، عبدالله سر اشرف غنی باور نداره. دو طور حالت ما و شما چطور میتوانیم که یک حکومت ملی متکی بر خواسته های مردم که اراده مردم تمثیل کنه، وحدت ملی را تمثیل کنه، کدام را وجود داره؟ دکتر سه محترم، یقینا ظاهرا اوضاع همتون معلوم میشه که شما را تمثیل کردین و در این ترسیم شما ما دیدم کل چهره ها را که موقف های دارن بعضی وقتا متباین و متناقض. در هر صورت ما برای تنظیم افکار خود و تنظیم جامعه خود باید قواعد داشته باشیم، یک قاعده بازی داشته باشیم. اول نام بازی ما چی است؟ ما چی میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم صلح بکنیم؟ این صلح را در پرتو چی باید بکنیم؟ در پرتو عدالت بکنیم؟ حالا ما شتو میتونیم که صلح را به دست بیاریم و عدالت را تامین بکنیم؟ خب صلح ما در یک کلمه ساده
تعریف میشه استفاده نکردن خشونت، نه عدس دادن افکار و عقاید و نظریاتی که شما دارید. هر نظر و هر عقیده که به نظر شما خوب است مشکل نیست، عقیده خوبتان شما میتونید که از طریق یک قاعده قانون، یک اصول بازی، یک تعهدی که کل ما با اون متحد باشیم باید در پرتو از او پیش ببریم. کوچی میتونه که او باید یک قانون ما باید داشته باشیم که داریم. 18 سال با این قانون کار کردیم، 18 سال ما یک نظام در این قانون پرکتس کردیم. امی قانون که قانون اساسی افغانستان است، قاعده بازی است. دکتر سه محترم ببخشید زیاد، امی قانونی که یک طرف حکومت بر قبول نداره، با اساس قانون اساسی افغانستان کمیسیون انتخابات حق داره، وظیفه داره تا کسی که رای 50 جمع یک پورا کنه او را به صفت رئیس جمهور افغانستان اعلان کنه. و این کار شد، این کار شد با اساس قانون اساسی افغانستان، ولی نسبی بدنه حکومت این قانون زیر پای میکنه، همین پسره قانون اساسی را قبول نمیکنه. چیزی که طالب قبول نمیکنه، گروپ عبدالله و دیگر گروپ اکمچه و گلبدین اینا همین قبول نمیکنه. مشکل ما در اینجاست دکتر سه محترم. این مشکل شما نیست، این مشکل طالب و مشکل گلبدین و مشکل کسایی است که مشکل ساز است. خود روند صلح نه گلبدین است و نه عبدالله و نه غنی است، و خود قاعده بازی هم یکی از آن است، قانون اساسی افغانستان است. از دوش به خود پرنسپا و اصولای دارد. اگر ما نام از صلح میبریم، باید در چوکات صلح که عدم استفاده خشونت است، و اگر ما نام از قانون میبریم، باید قاعده بازی مراد شود. قاعده بازی چی است؟ احترام به اکثریت و حق آزادی فردی. ایناله ما که در جیدان قرار میگیریم، هر کس به شیوه خود و هر کس به فکر خود و هر کس به نظریات خود راه ها، نظریات و عکس‌العمل‌های مختلف از خود نشان میدن. به این شکل نیست، بسیار اگم نتویست، ولی جریان صلح و جریان قاعده بازی که قانون اساسی افغانستان است، ما با این مواجه استیم. و این اردو ما را چی میکنه؟ نظریات اضافی ما را، نظریات خیالی ما را، نظریات تصوری ما را، نظریات غلط ما را به طرف جهت اصلاح، امران، ترمیم، توافق و اجتماع انتقال میده. عرض ما میبود دکتر صاحب، عرضوهای شما در یک جامعه که در اونجا همه گپا درست باشه است، ولی جامعه فعلی افغانستان یک جامعه از هم پاشیده است. مهمترین چیزی که ما ضرورت داریم داشتن یک ملت واحد است. ما امروز در افغانستان یک ملت واحد نداریم. شما بیانیه هر رهبر هر گروپ ببینید که بزید یک دیگه چی گپای میزنه. من بسیار متاثر هستم که چطور ما میتونیم که دیتور قهلت ما صلح بوجود بیاریم و چطور ما بتونیم که یک زعیم ملی را انتخاب کنیم. یعنی دو مشکل عمده افغانستان است. و در این روز امریکا هم اعلان کرده که طالبان هم داخل نظام افغانستان میشه یا به طالبان صلح میشه. هنوز معلوم نیست که طالبان به کدام شکل میه، به صفت یک امارت اسلامی میه، به صفت ایمه که دولت در طالبان جذب میشه. یعنی می تشویشات هم وجود داره. یقینا ظاهر امر اوضاع معلوم میشه، ولی ترجمه ازی اوضاع به معنی ازی نیست که ما یک ملت نیستیم. ما به طرف یک ملت روان هستیم. به طرف ملت روان بودن عبارت از چی است؟ که در اونجا قوانین حاکم باشه که در اون قوانین حقوق تمام مردم در اون تضمین شده بتانه و تمام مردم جای خود در وجود از این قانون ببینه و این قانون حاکم باشه. امکان داره، در قانون ما مشکل نداریم، تثبیت شده و قبول شده و هیچ ما مخالفت تاره نشنیدیم که با قانون اساسی افغانستان کسی انتقاد داشته باشه. البته خوان بعضی تغییرات و اصلاحات در او هستند، هر چیز قابل اصلاح و تغییر است، ولی چیزی که بسیار جات مشکل است در حاکمیت قانون است که ما هنوز نتونستیم حاکمیت قانون اعمال بکنیم. عدم حاکمیت قانون به معنای از این نیست که ما ملت نیستیم، بلکه ما یک ملتی هستیم که هنوز به طرف حاکمیت قانون در حرکت هستیم و این را تکمیل نکردیم و دو گذرگاه بسیار کلانه که همه را نارام ساخته و همه را ورخطا ساخته و ملت بسیار خوشبین ساخته. آنهایی که ورخطا هستند سیاست مدار هستند، آنهایی که نارام هستند منافع دست داشته خود امکان داره قسمش از دست بدن
و با منافع جدیدی مواجه شوند که به اون منافع اکنون چندان خوشبینی و علاقه ندارند. ولی ملت افغانستان بسیار جد خوشحال است، بسیار مسرور است، از روزای بسیار خوبی ملت افغانستان است که ملت خود به اینجا کشانده که میخواهد که در یک جامعه که در او یک صلح به وجود بیاید و یک عدالت اجتماعی تحت نام نظام دموکراسی یا نظام مردم سالاری حاکم بر افغانستان گردد. عرض من دکتر سر از گفتار شما ایتون ما برداشت کردم که شما از وضع فعلی راضی هستید و شما ایتون میگین که یعنی ملت از حالت فعلی خوش هستند. همونطور است؟ یقینا به خاطر از این ملت خوش هستند که ملت از دیر زمان آرزوی روزه داشت که ما در اینجا برستیم. ارزوی می گردوری که علی فیلن در افغانستان است، در حالا چی تشکل است؟ این ظاهرند آنچه که شما می بینید. من فکر می کنیم که جنگای سال 1992 باز شروع می شه و اون جبهه شمال باز شکل گیری می کنه. شما کسایی که در 1992 به نام جبهه شمال وجود داشت اونا پس متحد می شه و حتی از تجزیه افغانستان نمی بره. این ملت چطوری در از این مسئله خوش باشه دکتر سی محترم؟ به خاطر از این خوش است ملت افغانستان. آن چیزی که شما اظهار تشویش میکنید، این تشویش است که از خوای دیروز منشأ گرفته. خوای دیروز بسیار خوای خراب بود، بسیار خوای تکاندنده و ویران کننده بر افغانستان بود. خوای سال 92 نیست، خوای سال 98 است، خوای زمان است که ما یک نظام داریم، ما یک قانون اساسی داریم، ما دموکراسی داریم و از همه مهمتر ما انستیتوت های قانونی، قوه اجرایه، مقننه و قضایه داریم و از همه مهمتر حامی منافع و نگهبان افغانستان اردوی قهرمان ملی داریم. بنان ما به او خوابهای دیروز هرگز نمیریم، ما به پیش میریم و افغانستان به جای رسیده که از این مرحله باید عبور بکنه. درست است که این مرحله تنگنایش تاریک، هولناک و قابل تشویش معلوم میشه، اما آنجایی که افغانستان امروز طبقه روشن فکر داره، خانمای افغانستان فعال شده، جوانای افغانستان فعال شده، در حکومت افغانستان رهبری 75 تا 80 فیصد همی فعلا در اختیار نسل جوان، نسلی که مسئول امین نظام است. دکتر صاحب شما بسیار خوشبین هستیم و این حق شماست که با وضع فعلی خوشبین باشیم، ولی من بسیار تشویش دارم دکتر صاحب محترم. شما ببینید، شما از حاکمیت قانون گپ میزنید. کدام حاکمیت قانون در افغانستان؟ کجا قانون؟ هنوز مافیا در قدرت است، جنگ سالارا در قدرت است، چیزی که میخواه همونطور میکنه. در کابل بعد از 5 بجه 4 بجه مردم بیرون برآمدن نمیتوانه. چور است، چپاول است، دوزی است، یک دیگر توهین میکنه، یک دیگر دو میته، دشنام میته. فیصله های قانونی که با اساس قانون اساسی وجود آمده از طرف خود حکومت، رده های دوام و سوم حکومت او را رد میشه در مقابل از او. ولی شما ببینید اعلام حکومت موازی که از طرف جنرال رشید دوستم شد، چون این مفهوم موازی او چرا نمیفهمید که موازی چی معنی؟ پس انتر گفت خود چی کرد وقتی که دکتر عبدالله یک نامی دیده سر حکومت خود ماند؟ خب اینمی حالت شما چطور ایران حکومت قانون میگین دکتر صاحب؟ اینمی حالت افغانستان در مقابل دولت مرکزی یک بغاوت است و کسایی که بغاوت میکنه باید سرکوب شوه، باید به بندیخانه انداخته شوه با اساس قانون اساسی افغانستان. این به وحدت ملی بسیار خطرناک است. اگر ما اشرف غنی باشم یا دکتر عبدالله باشم، هر کس در مقابل دولت به این شکل بغاوت بکنه، از قدرت مرکزی خود کار بگیرم، او وقت ما میتونیم که ما یک دولت مرکزی استیم، ما یک ملت وحید استیم. ولی فعلا نه. آنچه که شما فرمودین در مورد وضع موجوده افغانستان همش واقعیت است، اما این واقعیت به معنای از این نیست که افغانستان حکومت نداره، نظام نداره، قانون نداره، اردو نداره، امنیت نداره. ولی هستن یک تعداد کسایی که طور شما گفتین نی سیاست می فهمن، نی گپ خود می فهمن، نی موقف خود می فهمن و نه از تجاربی هنوز مستفید شدن که اخلاق دموکراسی
و کاراکتر یک شخصیت اجتماعی و یک شهروند معقول متمدن و چطور میتونه که آرزوهایی که داره اهداف سیاسی که داره با او اهداف سیاسی از مجرای قانون و از مجرای امکانات اهداف خود را تعقیب بکنند. بلکه در حالت موجوده شما میگین که یک تعداد کسایی که نظام را تخریب میکنند، علی نظام هستند، در خود نظام هستند، جنگ سالار هستند. مطلع